تا زمانی که مشکلات تکنیکی حل نشود، طبیعی است این چالش ها وجود دارد. این پاسخی است که کشور ترکمنستان در نبود برق به مقام های محلی هرات داده است. در همین حال دفتر والی هرات اعلام کرده که آنان از مقام های مرکزی خواستار جدیت در این راستا شدند. هرات از دو هفته به این سو با چالش جدی برق روبرو است. دفتر والی هرات حل چالش برق را به دوش مقام های مرکز کشور انداخت. محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات میگوید تا آنجایی که در صلاحیت ما بوده کوشیدیم با گفتگو با سفیر افغانستان در ترکمنستان این مشکل برطرف شود. از سوی دیگر کشور ترکمنستان گفته است تا زمانی که دشواری های فنی از بین نرود نمیتواند به هرات برق دهد. آقای نوری همچنین گفت والی هرات از مقام های مرکزی خواسته است تا با جدیت بیشتر پیگیر این باره باشند. توربین هایی که خراب شده بوده برای یک بار برق آمد، باز دوباره قطع شد و ما هم انتظار از این داریم و خواستیم از مرکز کشور که در این رابطه با جدیت بیشتر تری کار کنند تا اینکه مشکل مردم ولایت هرات حل بگرده. ولی دولت مرکزی تا کنون چه کار کرده؟ بر پایه گزارش ها وزارت انرژی و آب از این روند از ترکمنستان گله کرده، ولی ترکمنستان آنگونه که به مقام های سفارت افغانستان گفتند تا زمانی که مشکلاتشان وجود داشته باشد برق داده نمیتوانند. چند روز پیش هم عبدالظاهر فیضزاده رئیس شورای ولایتی هرات از بی‌توجهی دولت در این باره ابراز نگرانی کرد و دولت مرکزی را متهم به سهل‌انگاری در این زمینه نمود. از سوی دیگر سخنگوی والی هرات میگوید که تا 5 سال دیگر هرات به 500 مگاوات برق نیاز دارد و اگر این گونه نشود این شهر با دشواری اقتصادی روبرو میگردد. به گفته او وزارت انرژی و آب میکوشد تا 100 مگاوات برق دیگر از کشور ایران وارد هرات کند، ولی این برای هرات بسنده نیست. در غیر این صورت ما با مشکلات اقتصادی متعددی روبرو خواهیم شد، چون به دلیل نبود برق ممکن است ما نتوانیم به شکل درست اساسی به او دیدگاهی که ما در قسمت انکشاف صنایع بخصوص صنایع سنگین داریم برسیم. با این گفته های آقای نوری و کارکرد دولت و گله های رئیس شورای ولایتی از دولت مرکزی، هرات با خطر جدی روبرو است. پیش از این سرور صدیقی رئیس برق هرات به این موضوع اشاره کرده بود و گفته بود که تنها وارد کردن برق راهکار بیرون رفت از این دشواری نیست و بایستی دولت مرکزی بیشتر روی پروژه های زیربنایی مانند ساخت بندها کار کند. چالش نبود برق تا کنون 2 بار مردم را به راهپیمایی واداشته و همچنان این دشواری هست. روز شنبه هم مرکز حمایت از خبرنگاران ریاست برق هرات را متهم به دوگانگی و فرق گذاشتن میان مردم کرد.